سلام شپه بخیر خبرونه ته خراغ لاست. افغانستان ته د مرستو برنامه څومره د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، څومره افغانستان ځان بسینه ته رسولی شي، څومره د افغانستان د خلکو معیشت یا ورځنی ژوند هغه چاره چې د هغه ګړندی کولی شي، څومره افغانانو ته د دسترخوان پر سر باندې یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي. نږدې دوه میاشتو کې هغه څه چې نړۍ ادا کوي هغه د افغانستان د بشر دوستانه مرستو خبره ده چې افغانستان سره ډیری بشر دوستانه مرستې وي. لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې وضعیت هغه ډول حاکم دی چې نړیوال سازمانونه هم بیا وایي چې 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. آیا د دغو کومکونو سره سره ولې د خلکو ژوند ښه شوی نه دی؟ د خلکو یا هیوادونو څخه چې پیسې د افغانستان لپاره راټولیږي هغه په درست ډول باندې په افغانستان کې مصرف شوي دي او که نه دي مصرف شوي؟ څومره د افغانستان خلکو د اقتصاد لپاره ارزیابي شوی دی چې د کومو لارو په اساس باندې د افغانستان خلکو اقتصاد جوړېدلی شي؟ همدارنګه په دې باندې آیا سرپرست حکومت فکر کړی دی چې تر څو پورې د افغانستان د خلکو د اقتصاد له اړ خلاص نړۍ ته اوږدو، تر څو پورې نړیوال یو څه د افغانستان خلکو ته ورکړي او افغانستان خلک په هغې باندې ورځنی ژوند مخته یوسي؟ تازه مورد کې هم جاپان د اسلامي همکاریو سازمان سره افغانستان ته د مرستو د برنامې په تړاو باندې بحث او خبرې کړي دي. آیا دغه بحث او خبرې پر څه معنا باندې دي؟ نړۍ بالاخره د مرستو تر نامه لاندې د افغانستان خلک کومې خواته بیایي؟ سرپرست حکومت د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره څه میکانیزمونه تر لاس لاندې نیولي او که نه؟ ولې سرپرست حکومت تر اوسه پورې دا ډول برنامې تر لاس لاندې نیولي؟ که څه هم د محدودیتونو مسئله پر خپل ځای ده، آیا د افغانستان د اقتصاد ځان بسینه د نړۍ مسؤلیت دی او که د سرپرست حکومت؟ په دې موارد باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش، د سکایپ له راسره بیا اقتصادي شنونکی عبدالهادي فرهنګ او اقتصادي شنونکی بهرام رامش. میلمانو ډېره مننه چې وخت مو راکړی کور مو ودان. تلاش ته بحث بله تاسو پیل کړم. افغانستان ته د مرستو برنامه پر څه معنا؟ کله چې تاسو د افغانستان ته د مرستو د استولو کلمه اورئ، ستاسو ذهن کې څه تیریږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ګرانو میلمنو او د تخنیکي همکارانو د ټولو افغانانو د وخت په خیر او سلام او درناوی. مرسته تعریف او حدود په ممالکو کې نه لري. هغه هیوادونه چې مرستې ته ضرورت لري مرسته باید ورسره وسي، اما دا بیا په مختلفو اهدافو تقسیمیږي چې دا هدف زه فکر کوم لومړنی د اسلامي هیوادونو د کانفرانس د هغه د پایلې او د هغه په سیاستونو پورې تړلی دي. دا په دا معنا چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس په دریو برخو کې بهیر صاحب ډیر زیات توجه او محوري اساسي محور یې دریو برخو کې ده. لومړی پراختیایي پروژو تطبیق او حمایت او تمویل، دویم بشری مرستې، او دریم هم د فقر او بیوزلی او بیچارګۍ سره مبارزه. په دې اساس زه فکر کوم چې افغانستان داسې یو حالت ته رسیدلی چې اقتصادي مرستو ته ډیر ضرورت لري او ډیر احساسیږي. دلته خاموشه پاتې کېدل او همدارنګه هغه خپلو اهدافو نه تطبیقول، دا به زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې او د سیمه ییزو هیوادونو یو غټ مسؤلیت وي چې باید د افغانستان د اقتصادي نظام او جغرافیه په برابر کې باید ادا کړي. بس دا دی، تاسو درې ټکو ته اشاره وکړم. د فقر سره مبارزه، د پروژو پلی کېدل، دا اصلي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د هغې لپاره برنامه لري. زما پوښتنه دا ده چې نړۍ تر اوسه پورې دې ته نه ده حاضره شوې چې په افغانستان کې هغه پروژې چې نیمګړې له پخوا څخه پاتې دي د هغو مالي ملاتړ لپاره د دوی کار وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان جاپان سره په دې موضوعاتو باندې بحث کوي چې افغانستان ته مرستې په څه ډول باندې ووسي. تاسو وایئ چې د افغانستان اقتصادي وضعیت کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا مند دی. بلاخره د حل لاره همدا ده چې موږ هر کله نړیوالو ته لاس ونیسو، ورته وایي چې موږ ته یو شی راکوي تر څو افغانستان کې ژوند پیوچلیږي. دا تعامل غواړي. تعامل دو جانبه ده، یو جانبه امکان نه لري، او موږ باید تعامل ته ورننوځو. او که تعامل ته ورننوځو متاسفانه ستونزې پراخیږي او نړۍ هم باید تعامل ته ورداخله سي. دا
دیو اقتصادی ډیالوګ پر بنسټ زه فکر کوم چې دا معزله حل کېدلی سي. خو تعامل ته ننوتلو لپاره دوه طرفه دي، یو د سرپرست حکومت ته او یا هم نړیواله ټولنه. نړیواله ټولنه خپل دریځ باندې ولاړ او سرپرست حکومت په خپل دریځ ولاړ. فکر کوئ موږ اقتصادي تعامل ته ځو؟ درېمګړی ته ضرورت، درېمګړی باید دا روغه جوړه وکړي. څرنګه؟ یعنی څوک درېمګړی؟ نړۍ هېوادونه دي چې هغه تاسو وینئ افغانستان سره تر اوسه پورې هم د خلکو باور همدا دی چې هیڅ ریښتینی ګام د هیڅ یو نړیوال هېواد لپاره له خوا څخه د افغانستان په اړه به نه دی اخیستل شوی. درېمګړی تعریف ته راځم. لومړی خو اسلامي نړیوال هېوادونه د افغانستان د مسلمان ملت او د مسلمان او غیور دولت په استازیتوب کولی شي چې درېمګړی سي. په دې کې څوارلس هېوادونه کولی شو چې موږ تاسې نومونه واخلو. بالاخره دغه د داخلي لاسوهنې اقتصاد، سیاست او د استخباراتو مشخص تعریف باید نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. په هغه بنیاد باید نړیوال د افغانستان د نظام سره تعامل ته ورداخل سي او هر هغه شرایط چې د سیمه ییزو هېوادونو دپاره مهم دي او د افغانستان دپاره مهم دي اسلامي امارت هم باید هغه ته غاړه کیږدي. په دې لومړۍ مرحله کې کولی شو چې تعامل دروازې واضې سي، پرانیزي او موږ ورداخل سو. دویم، زه فکر کوم چې قطر ته باید بیا مراجعه وسي او هغې تفاهم نامې ته چې د اسلامي امارت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ سوې وه، هغه نقاط چې اختلاف دي او هدف ته نه دي سره رسیدلي، هغه که نه رسیږي بیا د درېمګړی چې مخکې ما تعریف درته وکړی دا د ور اقدام وکړي. درېمه لار زه فکر کوم چې داسې یو بې طرفه څو هېوادونه دي سره یو ځای سي د افغانستان اقتصادي اوضاع تحلیل ته په کتو سره دا منځګړیتوب وکړه د امریکا د نړیوالو او د اسلامي امارت ترمنځ. دا به هم یو درېم قدم وي چې که دوه قدمونه ناکامه سول درېم قدم باید واخلو. رامش صاحب، به دیدگاه شما افغانستان چی باید کرد تا دسترازی از جهان خلاص شوه و همچنان جهان که همواره در مورد اقتصاد بحث میکنه این بحث به بحث مثبت تبدیل شوه؟ سلام، احترامات تقدیم خدمت شما، تشکر از دعوت شما، اجازه بدیم که سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت مهمانان در برنامه. سلام ها خدمت بینندگان محترم شما. ببینیم چون بحث فعلا امروز موضوع صحبت در بخش سازمان همکاری های اسلامی که در خدمت مقام ژاپن و غیره است، اگر اجازه بدیم بسیار مختصر در این موضوع صحبت کنم، عاجل میام بر روی سوال. بفرمایید. اگر ما بیاد داشته باشیم ماه مارچ 2022 نشست وزیران خارجه سازمان همکاری در آباد پاکستان برقرار شده بود و در اون نشست اوضاع افغانستان بخش اساسی گفتمانشان بود و جلوگیری از فروپاشی افغانستان خیلی صحبت شده بود در پاکستان و در این موضوع بحث شده بود که باید هرچی عاجل تصمیمی گرفته شه برای معضله افغانستان. حالا اجازه بدیم که من سوال اینجا داشته باشم، یک سال پیش از موضوعی که سال پیش در پاکستان بودن تیر شده و این دوتی ها چی دست آورده شده بودن. اجازه بدیم که خیلی واضح تر من سوال موضوع کنم که کلید راه حل موضوعات سیاسی و اقتصادی افغانستان فعلا نزد پاکستان، چین و ژاپن نیست. من فکر میکنم کلید رشد اقتصادی و روی حل موضوعات سیاسی داخل افغانستان. حالا اگر من بر بگردم به روی سوال شما، در قدم اول متاسفانه اقتصاد افغانستان همیشه زیر تاثیر موضوعات سیاسی در افغانستان شده. ما چندین دهه است که در افغانستان جنگ داریم و موضوعات صلح فدای موضوعات سیاسی و اقتصادی فدای افغانستان. به هر حال باید یک گزینه رامش صاحب با پوزش که مشکل اینترنتی با تماس ما با رامش صاحب وجود داره و صدا بگونه درست شنیده نمیتونه. فرهنگ صاحب، با دیدگاه شما
افغانستان در حال حاضر چگونه یک اقتصاد تجربه میکنه؟ سلام، حضور مبارک شما و از طریق شما به میمانان عالی قدرتان و همکاران عزیزتان و تمام بینندگان ما و شما در سراسر دنیا در داخل و در خارج سلام احترامات تقدیم میکنم. افغانستان از دیدگاه مردم یا اقتصاددانا که فعلا میبینن و مسائل مطالعه دارن، اقتصاد افغانستان اقتصاد نابرابر، یک اقتصادی از که هیچ نوع کامپایداری یا ثبات نداره و یک اقتصادی نیست که به اساس یک برنامه، به اساس یک پلان، به اساس یک مکانیزم پیش بره و یک اقتصادی نیست که او تعریف شده باشه. فعلا اقتصاد در افغانستان اقتصاد سنتی است، اقتصادی است که به سیستم بانک های دنیا و سیستم صرافی ما وصل هستیم. کمیشن های صرافی و اقتصاد سنتی بسیار بالا است. روز به روز این مسئله باعث مشکلات در اقتصاد افغانستان شده. فرهنگ صاحب، چرا افغانستان با گذشت چندین دهه تا هنوز اقتصاد پایدار نداره؟ خب ما خدمتتان عرض کنم که با همینطوری که مهمانان عزیز فرمایشات خیلی عالی داشتن، باید ما تعریف کنیم یک برنامه مشخص. شما در سوالاتتان راجع به کشور ژاپن فرمودین، در دنیا کشور مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل آلمان، اگر ما سه کشور را الگو بگیریم، کشورهایی هستند که زیاد در مسائل سیاسی دلبندی خاصی ندارن و علاقمندی در اقتصاد هستند و میتونیم به مشابه و از این کشورها، مثل کشورهای بعضی کشورها شیخ خلیج فارس، از یا هم استفاده بکنیم، یار هم نوا بسازیم و از یا کمک بگیریم در مسائل اقتصادی افغانستان، در خصوص تکنولوژی، در خصوص کارخانه ها، در خصوص برنامه ریزی اشتغال برای افغانستان. باید یک هدف ما تعیین بکنیم در تمام مسائل اقتصادی در کشورهای بزرگ یا کوچک یا رو به توسعه تمام دنیا را اگر مطالعه بکنیم یک هدف است. متاسفانه ما در طول 40 سال 50 سال اگر بگم در افغانستان ما هدف نداشتیم، یک هدف، یک برنامه مشخص نداشتیم. شما ببینید که یک برنامه را سردار داوود خان در قبل بنام پلان 5 ساله داشت، چقدر همیش ما امور یاد میکنیم که پلان 5 ساله آقای رئیس جمهور سردار داوود خان. اگر ما به مو شکل یا به می شکل خودمو به اساس مطابقت و به اساس نیازمندی های روز یک پلان، یک برنامه مشخص اقتصادی تعریف بکنیم، خیلی خوب میشه. درست است که همکاران محترم از زان ما فرمودن که بحث اقتصاد همیشه سیاست یا مسائل دیگر تحت شعاع قرار داده، این مسئلهشان کاملا درست است، اما ما میتونیم که اقتصاد عبور بودیم از مسائل سیاسی، عبور بودیم از مسائل چالش هایی که وجود داره در کشور، ما ایره عبور بودیم، ایره به حدود یک منافع ملی و یک منافع قدرتمند که به اساس تعریف شده باشه بر خصوص منافع تمام افغان ها، به او خاطر ما میتونیم ایره تعریف بکنیم، ما میتونیم ایره یک برنامه ایجاد کنیم، ما میتونیم یک پروژه های کوچک و خرده به شکل پروپوزل به سرمایه‌گذارهای خارجی تعریف بکنیم. تشکر. ما میتونیم مردم دعوت بکنیم، یعنی زمینه هاش وجود است، ما باید اراده داشته باشیم در این زمینه اقتصادی. تشکر. وقفه کوتاه. به هم کرا لاست. تلاش سب در افغانستان اقتصاد حق اقتصاد چی نن ورځ د نړۍ د هیوادونو د چارواکو د میز پر سر باندې پروت دی. فکر کوي دلته سرپرست حکومت هم باید طرحې او برنامه ولري تر څو پورې وکولی شي نړیوال افغانستان ته د پانګونې لپاره راجلب کړي، تر څو پر په افغانستان کې پانګونې شي او اقتصادي رشد رامنځته شي. څومره طرحې جوړې شوي دي ستاسو په باور په افغانستان کې په دې دوشتو میاشتو کې چې هیوادونه نړیوال سازمانونه یا سوداګر د تللیوالی شوي چې افغانستان کې د پانګونې وکړي؟ بهیر صاحب، شرایط فرق کوي، د هر هیواد شرایط، د هر هیواد منبع، د هر هیواد خالص داخلی عواید، د هر هیواد صادرات، د هر هیواد تحلیل دی بیلانس د کسر او بودیجه دی فرق کوي او ځان ته بیا تعریف لري او هغه تعریفات بیا څو شاخې لري او څو سټیپونه لري. په افغانستان کې تاسو وګورئ داسې یو حالت رامنځته سو چې د نړیوالو د خوان اول انکشافي او غیر اختیاري بودیجه صفر ته راټیټه سوه.
په افغانستان کې نه درس میلیونه خلک ژوند کوي او دا معیشت د ژوند ته ضرورت لري. د افغانستان اوایي حریم عواید صفر ته راټیټ شول. د افغانستان انکشافي پروژې صفر ته راټیټې سولې. د افغانستان پخوانی هوایی کارگو چې وه هغه هم سقوط سره مخامخ شوله. نو دلته باید یو ځانګړی تعریف نه پالیسی باید اقتصاد ته غوره شي، نیسو تعریف اولی. ولې احتیاج یو ډیر. پالیسی څوک جوړوي؟ خیر یوسی، پالیسی یو مسلکی ټیم جوړوي دغه هیواد د شرایطو په اساس. بیا یې تکراروم، که تاسو شرایط په نظر کې ونه ساتئ، پالیسی او یا تعریف اقتصاد ته ورکوي، اشتباه کوي، لکه تیرو شلو کلونو چې موږ اشتباه وکړه. درست، زما پوښتنه هم مشخصه نه ده. آیا دوه ویشتو میاشتو کې دا ډول تعریف او پالیسی د افغانستان د اقتصاد په وضعیت باندې جوړه شوې؟ که جوړه شوې نه ده، هغه ګامونه یې پورته سوي دي. زه څو بیلګې تاسو ته وایم. اول، تاسو وګورئ داخلي شرکتونه چې خصوصي سکتور ده، فوق العاده حمایت سو په وړو او متوسطو داخلي پروژو کې. کابل کندار سړک راواخله، داخلي پروژه یې جوړوي. قشتېپې کانال راواخله، غټترینه پروژه په افغانستان کې ده. د تاسو څومره ماشینري او افراد هلته کې شامل دي، او هغه کانال اخیری فاس به په څو انشاءالله څو میاشتو کې به وروسته افتتاح سي. معدن راواخله، تقریبا 180 معدنونه دي، دا ټول د افغانانو په لاس باندې استخراجیږي. د دوی شفافیت راواخله او ماشینري چې هلته کې مصروفې دي. که د جمهوریت په وخت کې د یوه معدن قرارداد سوی و مثلا په 1 میلیون، اوس هغه قرارداد شوی په 1 میلیارد. د جمهوریت خو که چیرې د جمهوریت مسله یا د سي جمهوریت په شلو کلونو کې له ډېری پیسو سره د افغانستان اقتصاد به په پښو درولی، هغه کار چې بدبختانه ده شوی. اما تاسو وایئ چې دا کارونه شوي دي، دې کارونو څومره زمینه بیا پیدا کړې؟ نن ورځ هم تاسو د سړک پر سر د خلکو وضعیت وینئ. یقینا مشکلات شته او له دې نه سترګې نسو پټولی، او دا هم نظامونه باید یو بل نظام سره بهیر صاحب مقایسه سي، تر څو وکولی شو چې موږ په کومه خوا روان یو. که چیرته مقایسه نه کړو، موږ نسو کولی چې په کوم مرحله د اقتصاد کې واقع یو او کومه خوا ته روانیږو. دا لنډ د پاکستان هیواد اقتصاد به یوارې د ځان سره په اوسني شرایطو کې تحلیل کړو. تاسو پاکستان هیواد ته ورننوځئ، 50-80% فابریکات چې خپل تولید یې کول او خام مواد یې د عربستان او د چین نه راکړل په ټپه ولاړ دي. تاسو د پاکستانی کلدارې ارزش د بهرنیو اثارو سره مقایسه کړئ د پاکستان په جغرافیه کې. د خلکو وضعیت هم به د مقایسې وړ دی د افغانستان سره؟ تاسو د پاکستان د خلکو د ګاز نه رانیولې تر سړې هوا تر تولیده پورې، دا وضعیت هم د افغانستان د خلکو سره مقایسه کړي او تر اوبو پورې. درست، معیشت د خلکو به څنګه کیږي؟ معیشت د خلکو چې پاکستان یو اټومي هیواد ده او د داسې مشکلاتو سره مخامخ ده چې بیکاري یې تقریبا 30-40% ته رسېدلې ده، او افغانستان چې 50 کاله جنگ وځپای او در بدره کوي او اشغال راغلی و او اشغال ختم سو، تاسو فکر کوئ چې د دېغه تعریف د دې تعریف دېغه محیط او د دې محیط ترمنځ باید څومره تفاوت او پرتله؟ زما موخه نه د دوه کلونو تاسو وایئ چې حکومتونه یو له بل سره مقایسه سي، نو بیا د 40 کاله جمهوریت هم باید مقایسه سي د پاکستان سره یا د کوم بل هیواد سره. یقینا تعریفونه او پالیسیګانې د اقتصاد اشتباه وي. دا اشتباه هم وي، ناپوهي هم وه، او په زور هم وتپل سوي. درې عوامل وو: ناپوهي، اشتباعات او په زور تحمیل. د موږ د تاسې اقتصاد د داسې مشکل سره مخامخ لکه دا اوس. یو اسانه تعریف تاسو ته ویم، افغانستان وي چې آزاد بازار اقتصاد ولري چې خصوصي سکتور خدمات وړاندې کړي، حکومت دغه نظارت وکړي. دا د ما او د تا د اقتصاد تعریف په تیرو شلو کلونو کې. دا منی اوس تاسو خپله فکر وکړئ چې خصوصي سکتور نه څه شی جوړ شول او څرنګه تعریف وشو، او آزاد بازار مو کوم هدف ته ورسید، او بالاخره اوس په کومه نقطه کې را رسیدلی یو. دا په دا معنی چې نه مو تجربه لرله، نه شرایط آماده وو، او د زور او د تحمیل کارو.
چې بل اخره د داسې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او گریوان کوله کله اوس چې دا که اوس هیڅ نه لرو فکری استقلالیت خو لرو چې دغه وړکۍ پروژه بېډنګ یا داوطلبي ته ځي دا کوم افغانی معیاري شرکت ته ورکو حد اقل دا فکری استقلالیت خو لرو که نور څه نه لرو دا به انشاءالله د وخت په تیریدو سره چې ثبات وي انکشاف کولی سي. مننه رامش صاحب، به دیدگاه شما کشورهای سازمان همکاری های اسلامی در واقعیت میخواه افغانستان اقتصاد باید باثبات داشته باشه، افغانستان اقتصاد خودکفا داشته باشه؟ اجازه بدیم که من خیلی واضح موضوع را صحبت کنم که اشاره کنم که کلید راه حل مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان فعلا نزد پاکستان، چین و ژاپن نیسته، که سازمان همکاری های اسلامی ملاقات در پاکستان داشتند و فعلا در ژاپن. متاسفانه کم کم احساس میشه که این سازمان حتی دیگر مستقل نیسته و روی اهداف سیاسی بزرگتر خودشان کار میکنن و هنوز در افغانستان کدام کمکی از این سازمان که در اقتصاد و سیاست افغانستان دیده شده باشه اینقدر ملاحظه نشده. من فکر میکنم که این سازمان و حتی بعضی سازمان های دیگر میخوان که از کشورهای عضو و غیر عضو فاندینگ بگیرن، پول بگیرن. معلوم نیست که واقعا به افغانستان کار میکنن و یا کسانی باشن که کرپتید باشن بالاخره از این موضوع استفاده کنن. من فکر میکنم که این سازمان باید در قسمت ایجاد روابط صلح و دوستی بخصوص در موضوعات سیاسی افغانستان انرژی مصرف کنه و تا بتوانه که یک هماهنگی خوبی بین گروه حاکم و دیگر افغان ها که میخواهند به افغانستان خدمت کنند کار کنه. باید در قسمت همکاری ها روی پروژه های اقتصادی در افغانستان کار شه. همچنان اگر واقعا این سازمان به فکر افغانستانه، باید در قسمت کمک های اقتصادی هرچی عاجل اقدام های وسیع داشته باشه. اما متاسفانه تا حال چشم کاری که در چشمگیش بوده باشه نکردن. من فکر میکنم سازمان های مختلفی هستند که میخواهند که از این موضوع حادی که در افغانستان هست به اصطلاح میتونیم بگیم که از آب گلو ماهی بگیرن و همیشه این سازمان ها برای افغانستان تنها ماهی را دادن اما فن ماهیگیری را برای مردم افغانستان یاد ندادن. درست، یعنی این سازمان صادقانه در مورد مردم افغانستان کار نکرده و در فکر به وضعیت افغانستان نیست. سازمان همکاری های اسلامی تنها در دو سال اخیر که صحبت ها از وقتی که امروز پروگرامی که در اسلام آباد پاکستان داشتن صحبت ها همیشه داشته، اما برای شما هم واضح است، برای ما و برای مهمان هم واضح است که کار چشمگیری در موضوع سیاسی و اقتصادی افغانستان نکردن. اگر واقعا انجام دادن، چرا گراف فقر روز به روز به افغانستان بالا میره؟ چرا مرگ و میر مردم ما هر روز به روز بالا میره؟ چرا مردم هر روز کادرهای بزرگ ما افغانستان ترک میکنن؟ خب از این اساس که هنوز یک کار مثبت برای افغانستان در قسمت اوضاع سیاسی و اقتصادی انجام داده نشده. درست. فرهنگ صاحب، ژاپن دوست خوب افغانستان است که در مورد اقتصاد افغانستان کار بکنه؟ بله، شما ما یکی از کشورهایی که در سطح دنیا بسیار میتونم خالصانه به افغانستان کمک بکنه و دارای تکنولوژی برتر است و دارای تمام منابع اقتصادی برتر است و تقریبا سومین اقتصاد دنیا است که اول ایالات متحده آمریکا و چین، ژاپن، بعد چهارمیش هم آلمان است. به او خاطر ژاپن در طول تاریخ اگر شما مطالعه بکنید در افغانستان کدام چشم دیدی سیاسی و خصوصی نداشته و همیشه خالصانه خدمت کرده. دستاوردهای ژاپنیا را شما میتونید در ولایت ننگرهار مشاهده بکنین، کانال های هاب و برنامه های دیگه که در خصوص فیزیبیلیتی سیتی یا برنامه هایی که انجام داده برنامه های خوبی بوده. اما ما به اساس یک مکانیزم یعنی کنفرانس اسلامی که شما فرمودین سوالاتان جزء فوکس برنامه تان است، اگر بتانند که افغانستان هم من یک فامیل مشترک
هم به کشورهای شیخ خلیج فارس، هم به کشورهای مثل مالیزی که بسیار زیاد تکنولوژیش و اجناسش و جنسایی که تولیدیش به افغانستان مشابهت های زیاد داره و همچنان تکنولوژی تکنیکی که ژاپنیا در افغانستان داره، میتونه که فعلا قدمی که برداشته پروژه های مادر، یعنی مادر پروژه ها مثل کارخانه های موتر است، مثل تویوتا در دنیا بزرگترین کارخانه دنیا است، مشابهی کارخانه های یک کارخانه دو کارخانه ژاپنی را اگر مثال مجاب بکنه، خواهش کنن که به اساس یک اصول بیان در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن، برای افغانستان فند دادن، پول دادن، 20 میلیون 100 میلیون دلار در روز توزیع کردن به خاطر نان و غذا و اینوان، هیچ نتیجه نمیگیریم. و در وقت هم ببینیم که 9 میلیارد تا الان سازمان ملل توزیع کرده، به جز از فقر دیگه چیز نورده. به اون خاطر اگر بتواند سازمان کنفرانس اسلامی که خدمت بنیادی بر افغانستان بکنه، مثل کشور ژاپن دعوت بکنه یک کارخانه معیاری از اینجا ایجاد بکنه، چون نیروی کار در افغانستان خیلی ارزان است، یک نیروی کار از افغانستان مثل که از بنگلادش و هند و چین یا استفاده میکنن، برن در افغانستان نیروی کاری ارزان یک کارخانه بزرگ ایجاد بکنن و این جمع اشتغال ایجاد شود و از طریق افغانستان به جای دنیا صادرات خودشان، یا مثال قطعات موتر در اینجا تولید بکنن، یا اجناس دیگه به دلیل مثل المونیم، تمام منابع خوبی که افغانستان داره میتونه از این معادن هم استفاده بکنه و تولیدات در داخل افغانستان را اندازی بکنه. این میشه که یک باب خیلی خوب باشه. البته حرکات سازمان های بین المللی را ما نادیده نمیگیریم و از او استقبال میکنیم. درست است که سازمان های بین المللی تا هنوز به افغانستان هیچ کار انجام ندادن و یک واقعیت امر است، اما الان اگر یا بتانند در این گام مثبت ارزنده بردارن، من نظرم است که اگر بخوان یگانه راه حل است که کارخانه های بزرگ که به اساس همون عظمت و بزرگیشان در دنیا مطرح است، با مو تکنولوژی های برتر در افغانستان یک کارخانه را مثال از ژاپن، یکی را مثال از کره جنوبی، یکی را مثال از آلمان، دیگه مثال از بخش روغن که بهترین روغن پالم دنیا را در مالیزی، از مالیزی مثال دعوت بکنند در افغانستان چیز دانه های روغنی بسیار زیاد است، مثل کنجد، مثل اجناس دیگه زراعتی مشمول، در اینجا مثال یک کارخانه بزرگ را اندازی کنه که هم اشتغال ایجاد میشه و همچی مثل مشکل اساسی وطن ما است که کنفرانس اسلامی هم میره صحبت میکنه، والا شما بین در افغانستان سال شو و وی شو و با او صحبت کنین، این شو چی میکنه، حالا مسائل صحبت های که میان صحبت ها خالی باشه. از مالیزیا دعوت که بیا کارخانه پالم در افغانستان را اندازی که کارخانه سویاره، همین تو از کشور دیگه اگر کنفرانس اسلامی 10 تا کارخانه بزرگ از 10 تا کشور اسلامی در افغانستان یاد 10 تا کشور غیر از افغانستان را اندازی بکنه و 10,000 تا 5,000 نفر در اونجا در کار اشتغال شه، این بزرگترین خدمت است که به کشور عزیز ما میکنه که در طول تاریخ یک نام نیک میمانه برشان. تشکر. وقفه کوتاه. بیا هم خراب است. تلاش بیا او باور د خلکو داره چې هیڅ هیواد مفت پیسې چاته نه ورکوي، مفت مرستې څوک چا سره نه کوي. که چیرې یو ځل بیا جاپان او اسلامي همکارۍ سازمان پرې باندې بحث کړي چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستې ورسیږي، اما اهداف د هغوی باید ولټول شي چې دوی دغه مرستو تر نامه لاندې آیا اهداف لري که نه لري. اهداف لټول یې بهیر صاحب فکر کوم یو سخت کار ده او زر نه برمله کیږي. مهمه څه شی ده؟ د افغانستان شرایط سخت راغلی دي او افغانان په سختو شرایطو کې واقعا شپې او ورځې سبا کوي، دا باید ومنو. زه یوه غوښتنه لرم، د نړیوال اسلامي سازمان دی د افغانستان یو مسلکي متحد ټیم ومني، البته دا ټیم به اقتصادي وي، دا دی ورو غواړي او په یو اهدافو دی خبرې وکړي چې دا سازمان رامنځته سوی. تاسو د نړیوال اسلامي سازمان اهداف وګورئ، اصلا هیڅ روابط په سیاسي او نظامي او استخباراتي کړیو سره نه لري، نو څه شته انتظار دی؟ له دې نه خو شرایط سخت په افغانستان او په مسلمانانو او په افغانانو نه راځي، انتظار چیشته دی؟
که تاسو ویئ چې د دې پردې تر شا بله لوبه روانه ده چې اهداف یې باید وڅېړل شي، دا زر نه برمله کیږي، نه په ډاګه کیږي او نه څوک درته ویایي. یعنی دا سازمان ملامت دی د افغانستان خلکو په وړاندې؟ یقینا. هغو ځینې غوښتنې لري، اجازه راکوي. هغه غوښتنې چې د دوی دي او هغه د نړیوال اسلامي سازمان پر هدافو باندې څرخیږي، هغه باید مطرح کړي او واضح وي تا ته، ما ته، ټول افغانانو ته. که چیرته هغه کړنې او یا هغه اهداف د موږ د اساسي مفکورو سره په ټکر کې نه و، هغه د تطبیق حالت ته ځي، ولې نه واضح کیږي؟ درست. اما دا هم راسره منی چې سیاست په اقتصاد باندې سوری غوړی؟ دقیقا. درست. ولې اسلامي همکاري سازمان راغلی و دلته ځینې چارواکي یا هم چې کله کنفرانسونه ورکوي د سرپرست حکومت چارواکو څخه ځینې غوښتنې لري تر څو پورې دغه عملي شي او دوی رامخته شي، فکر کوئ د دوی غوښتنې مشروع نه دي؟ لابیګري یوه بله مسله ده د افغانستان د اقتصاد دپاره، چې هغه مسلکي افراد ډیر اسانه او ډیر ساده سر پې خلاصوی سي او هغو هدفو ته ځان رسولی سي. زه فکر کوم چې که په لوړه کچه رهبری تفاهم نه کیږي، دلته د دواړو طرفو دپاره یو مشترک ټیم په کار ده. دا ټیم باید مسلکي ټیم وي تر څو چې دا رهبری د ټکر نه په افهام او تفهیم سره بدل کړي. دا یو ډیر قوي منیجمنت غواړي. که چیرته د اسلامي امارت رهبران او د سازمان په رهبری کې کوم راتګ چې دوی کړی او بیرته ولاړ نتیجه ورنه کړله، دوی باید هغه ټیم رامنځته کړی وای تر څو چې تخصصي بحث دلته سوی وای. یوازې تخصصي بحث سازمان ملامت دی او که سرپرست حکومت هم؟ دواړه طرف مطلق نسو ملامتولی بهیر صاحب. دا باید تحلیل سي، تجزیه سي. هغه څه غواړي، موږ څه غواړو، دا نقاط څومره په ټکر کې دي سره، دا ټکر څنګه حلولی سو، د دې حل دپاره باید څوک وټاکو، هغه باید څومره صلاحیتونه ولري، هغه صلاحیتونه څومره د اجرا وړ دي په اوسنیو شرایطو کې، که اجرا سي کوم اهدافو ته رسیږو، که اجرا نه سي کوم اهداف رانه پاتې کیږي. دا ګوري ډیر قوي تحلیل او تجزیه غواړي. که داسې وانګرل سي چې نړۍ افغانستان ته شا کړه، افغانستان هیر شو، د افغانستان د خلکو وضعیت به څه ډول وي؟ سرپرست حکومت باید څه وکړي تر څو پورې د خلکو لپاره یو ښه اقتصاد رامنځته کړي؟ هیرول یوه غټه ناکامي په تاریخ کې د نړۍ دپاره ده. اقتصادي تعامل بهیر صاحب هیرول نه غواړي. بدون د اقتصادي تعامل او راکړه ورکړې ټوله دنیا ناکامه ده. تاسو ویئ چې د امریکا چې دومره تولید لري، دا مخالص مواد او خام مواد خپل دي قطن نه. د امریکا 15-40% خام مواد د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانستان د امریکا هیواد ته داخلیږي، هغه پخیږي، پروسس کیږي او بالاخره نورو هیوادونو ته عرضه کیږي. هیڅ هیواد نشي کولای چې بدون د اقتصادي تعامل او راکړې ورکړې نه دی هوساینې ته ورسیږي او ناممکنه ده. بناان شارع ګرځولی داسې یو منطقي فکر کوم دلایل نسی کېدلی. فکر کوم که چیر احتمالا دا کار وشي، د دوی تاریخ، د دوی اتحاد، د دوی اهداف او د دوی کړنې، دا به په تل د تاریخ کې د سوال لاندې راسي. او که دا عمل جامع ته ورداخله شولی او پرمختګ یې وکړي، هغه سازمان خپل اهداف او خپل غړي له لاسه ورکوي. ولې؟ له یوه خوا چې ته شعار ورکوي چې زه مدافع د حقوق بشر یم، له بلې خوا شعار ورکوي چې باید په کوره کې لوږه له منځه ولاړه سي، له بلې خوا شعار ورکوي چې اوبه باید مدیریت سي، له بلې خوا شعار او اهداف او سازمان هر څه لیکي او د هغه تر شا امضا کوي، ښه غټې غټې امضاګانې کوي چې دغه 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 اصلاحات باید رامنځته سي، او د پردې تر شا هغه یو هم نه تطبیقوي او شا ورته ګرځوي د تاسو په نقل قول باندې، نو دا به خپلې غړي ټول له لاسه ورنکړه.
کنن یو غړی په بیعتماد سو میاشت وروسته بل غړی په بیعتماد کیږي کال وروسته بل غړی په بیعتماد کیږي دلته غټ یو مدیریتي درز رامنځته کیږي یعنی ګوري شاګرزول امکان نه لري دا تعامل په نړۍ کې باید رامنځته وي او رامنځته سي دا چې اوس افغانستان لږ انزوا ته راغلی ده دا د انزوا د حالت نه باید دو طرفه بیرته جمعي دسته جمعي هیوادونو د هوساینې دپاره باید داخل سي اما دلته اوس په مفکرو په تعریفاتو کې لږ فرقونه دي اسلام اسلامي نظام دی چې واړو که چیرته تاسو غواړئ درته ویي چې دغه یو پیاله اوبه درکوم نو ته به دغه شرطونه منې کاغذ براکه قلم براکه او د چوکۍ څخه بځې دغه هغه شرایط دي چې بیا د داخلي چارو په نظام کې یو واضح لاسوهنه د تعریف ورکول کیږي دا باید یو دریمګړی ټیم باید تنظیم او ترتیب کړي مننه لنډه ده ما دوباره خوش آمدید رامش صاحب بالاخره رای حل باید پیدا شود با اقتصاد افغانستان چی فکر میکنن رای حل چی هست؟ بله تشکر از سوال خیلی دقیق شما به جای شما ببینیم در این شکل نیست که افغانستان با وضعیت ناگوار اقتصادی مواجهه و حکومت طالبان به تنهایی توان بهبود از این وضعیت ندارد من فکر میکنم که حکومت فعلی در حقیقت باید امو هنر قانع کردن کشورهای منطقه و فرا منطقه و همچنان سازمانی که ما شما امروز بس داریم و سازمان های دیگر که مستقل هستند اونا را باید قانع کنند که در افغانستان کمک کنند و بالاخره آستاسته ما بتونیم در روی موضوعات اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنیم باید ذکر کنیم که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته که یک نقطه مثبتی و کردیت میره بالاخره به هر حال شاید به حکومت فعلی بره اما افزایش قیمت ها در بعضی موضوعات بالا رفته اقتصاد ضعیف و محدودیت موضوعاتی که محدودیت دادن برای خانم ها در قسمت کار و تحصیل این نقطه های منفی است که بالاخره مردم را از حکومت آسته آسته دور میکنم من فکر میکنم راه بیرون رفت حکومت فعلی اینقدر که صحبت در روی موضوعات اقتصادی دارن در موضوعات اقتصاد دارن باید انرژی خورد تا اندازه برای موضوعات سیاسی همچنان داشته باشن برای حکومت همشمول بالاخره ایجاد حکومت همشمول قوانین خوب که برای مردم ما سهولت بده بالاخره آسته آسته با آینده ما بتونیم قوانین اساسی داشته باشیم یا برای قانون اساسی قبلی کار کنند و بالاخره کشورهای منطقه به خصوص کشورهای فرا منطقه امریکا و بینار قانع کنند که پولایی که بالاخره بند مانده و بالاخره امریکا اونا را رها کنند و ما بتونیم که در بین مردم افغانستان یک حکومت فراگیری داشته باشیم من فکر میکنم تا روزی که حکومت فعلی برای بعضی موضوعات کوچک تنها کار کنه این راه بیرون رفت نباشه به هر حال هرچی عاجل باید از کادرهای متفاوت از اقوام مختلف از ولایات مختلف از اقتصاددانهای قوی ما از حقوقدانهای قوی ما هرچی عاجل کار کنه و کوشش کنه که رابطه حکومت به همراه مردم نزدیک بسازه که مردم دلخورگی نداشته باشند آستاسته ما بتونیم کسانی که بزنسمنات تجار ملی ما اساتید بزرگ ما که افغانستان ترک کردن دوباره بیاین به افغانستان و بالاخره تجار ما در افغانستان سرمایه گذاری کنن که رشد اقتصادی بشه و بالاخره ایجاد کار به مردم بیاید یک موضوع که باید اشاره کنیم باز هم متاسفانه کادرهای بزرگ ما از پوانتونای مختلف در افغانستان ترک کردن چطور اونار ما دوباره به افغانستان اونار دعوت کنیم تا راه حل موضوعات سیاسی در افغانستان نتیجه مثبت نداشته باشه تا حکومت همه شمول در افغانستان ایجاد نشه من فکر کنم که اوضاع اقتصادی از این بهتر هم در افغانستان ایجاد کار میتونه اقتصاد افغانستان سرپا بسازه چقدر در باره زمینه کار برای نیروی افغانستان فکر شده؟ نیروی افغانستان نیروی جوانیه در این شکل نیست که انرژی رو دارن اما وقتی که ما میگیم ایجاد کار حکومت باید ایجاد کار کنه همیشه ما ببینیم مردم افغانستان در هر کشور که در هر کشور کشورهای در حال توسعه کشورهای دیولپ که هسته توسعه شده مردم در حکومت تکس میدن
در قبال از او تکس از حکومت اونام خواهش های دارند، اونام سهولت های میخواهند. وقتی که ما صحبت میکنیم ایجاد کار کی بیایه؟ آیا یک استاد بیایه ایجاد کار کنه؟ آیا تنها یک تجار بیایه؟ وقتی که ایجاد کار میگیم شروع از این باید از طرف حکومت باشه. حکومتی که فعلا 99 یا 100 درصد جغرافی افغانستان رو به کنترل داره باید پلان اقتصادی داشته باشن. باید ایجاد کار از طرف همی حکومت باشد، کار برای مردم ایجاد کنند. اگه کار برای مردم ایجاد شد، در قبلا مهمان ما گفتن که نخر کار در افغانستان کم است، برای مثلا مثل کشور هندوستان و پاکستان که اونا نفوس زیاد دارن، بالاخره میتونیم که ما از نیروی جوان افغانستان کار کنیم. اما امی انرژی مثبت به مردم کی بده؟ امی دروازه های اقتصادی کی باز کنه؟ حکومت فعلی. اما حکومت فعلی به تنهایی خو از عهده از کار بیرون میه، باید به کشورهای منطقه و فرا منطقه صدا بزنه، البته با حفظ قوانین افغانستان و با حفظ جغرافی افغانستان. تشکر. فرهنگ صاحب، برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان چی باید کرد؟ چون با سرمایه گذاری در افغانستان میشه اقتصاد افغانستان سرپا ساخت و میتانست زمینه کار به افغانه ها ایجاد شد. مسئله اساسی دوست از زمان صحبتاشان فرمودن مسئله قوانین تجارتی است، قوانین مالکیت است، قوانین مالکیت های تجارتی است، قوانین مالکیت شرکت هاست، قوانین برگشت سرمایه است، قوانین بیمه کردن برگشت سرمایه، قوانین تضمین دادن در خصوص سرمایه گذاری های خارجی و همچنین قوانین در خصوص بانک ها، قوانین در خصوص آمدن پول ها از خارج و برگشت از او به چه مقدار. تمامی از این از قوانینی است که قبلا وجود داشته. الان یک ذره مردم از این مثلا معلومات کافی ندارن، باید یک دفترچه های مشخص به اساس یک پروپوزال مشخصی قوانین شفاف برای تجار خارجی و داخلی ارائه شود و یک فراخوان عمومی تشکیل شود، به اساس این فراخوان تمام قوانین تثبیت شود که مردم اگر میخواد سرمایه‌گذاری که بیاید شفاف سرمایه‌گذاری کار کنه. حالا مثال شما ببینید بیمه ملی افغانستان بسیار یک بیمه با قدامت طولانی است، مشارکت با بیمه لوس لندن داره، اما هیچ کس در افغانستان یک سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی نمی‌فهمه که بیمه چی است. فرهنگی بیمه در افغانستان وجود نداره. اما مقام ها همواره تاکید کرده که تا هنوز قوانین حکومت گذشته با یک سلسله اصلاحات قابل اجراست. خب همین گفت کلش در حرف است. نگاه که بازی کردن به حرف ها و لفاظی ها در طول دو سال هم نتیجه نداد، در 40 سال هم نتیجه نداد، نه در زمان حکومت جمهوریت نتیجه داد، نه فعلا باز زمینه کار اشتغام نکرد. باید یک پکیج یا یک دفترچه مشخص مثل قانون اساسی باره برای مردم داده شد، قانون سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت های سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه ها شفاف شد. پروژه در افغانستان خیلی زیاد است، منابع ما خیلی زیاد داریم و امنیت هم وجود داره. این دوستان عزیزم که میفرمایند کمک میکنن، کار خیلی خوب مثبت ارزنده، اما باید برای مردم یک برنامه مشخص، یک دفترچه مشخص، یک سیستم حمایتی مشخص تشکیل شود، یک کمیسیون اقتصادی مشخص که سرمایه‌گذارا را حمایت بکنند. و نگاه کنن همین کنفرانس اسلامی وقتی که میره مذاکره میکنه، باید دولت مردای فعلی برای از یک ورق و یک درخواست و یک پروپوزال برنامه بدن که شما که میرین به ژاپن صحبت میکنن، از ژاپنی خواهش کنه که مثلا تولید تایر تویوتا را بیاره در افغانستان. مثالش اینی کارخانه را منابع ما داریم. مثلا مالزیایی ها با ژاپنی ها برنامه داد، مذاکره کرد، صحبت کرد، گفت کاوچو ما داریم، بهترین کاوچو دنیا را داریم، مواد اولیه تایر. تمام اقتصاد مالزیا را کاوچو و پالم شگوفان ساخت. با چی دلیل؟ با او دلیل که در ذهن مردم انداختن، رفتن صحبت کرد. ما هم باید کسایی که میره در خارج یا در کشورهای دیگه در قالب کنفرانس اسلامی یا جای دیگه صحبت نکنن، باید ما برنامه های خود برای ازای راه بکنیم. درست است شاید برنامه ما را قبول نکنند، شاید مشکل ایجاد نکنند، اما 6 ماه بعد، 7 ماه بعد، 3 ماه بعد در ذهن مردم تنشین میشه. 100% او به همو برنامه و به عمل اجرایی، به کار اجرایی میگیره. درست است که در اول در کاغذ است، در صحبت است، اما 100% یک سال بعدش تبدیل میشه به یک پروژه عظیم که بیش از 10,000 نفر هموطنان عزیز ما در کار اشتغال میشه. باید از الان ما ترویج بکنیم. نمیشه که ما صحبت کنیم اما چیزی نداشته باشیم. تشکر. طول وی
چې د افغانستان اصلي تصویر باید نړیوال ووینی. د افغانستان اصلي تصویر نن اوس حاکم په افغانستان کې څه شی دی؟ د افغانستان تصویر اقتصادي ډګر کې کړنو ته، تعهد ته او ژمنتیا ته پراخ ضرورت احساسیږي. هغه کړنې او هغه ژمنتیاوې چې د یوه بل هیواد د فکری او استعماري هدف کې شتون ونه لري، په دې خاطر چې موږ تاسې شل کاله له دې مواردو نه ډېر سخت وکړنګېدلو، البته څلوېښت کاله نه هم زیات. که غواړو چې موږ بهبود پیدا کړو، په شپږو فکتورو کې دا بحث رانغاړم. پلان ټکراتو خبرونه وخت پاتره چي ده. اول، ملي تجاران د دعوت سي، هغه سوچا افغانان چې په مختلفو هیوادونو کې سرمایه گذاری کړي دي او دغه سرمایه گذاری نه په مختلفو فیصدي ګټه اخلي، رای دي سي سرمایه گذاری دی په افغانستان کې وکړه. دویم، دولتي تصدۍ چې فلج پاتې له کلونو له کلونو را پدې خوا وردې کړي خصوصي سکتور ته په قرارداد، چې هم فعاله سي، هم خلق زمینه کار ورته مساعد سي او هم تولید وکړه. درې ګټې دي. دریمه برخه، زراعت. په زراعت کې دي پراخه پانګونه وسي، یو بانک دې ورته جوړ سي چې د حقینو ته موږ وکولی شو قرضه ورکو، دا موږ تاسې پښو دروي. انرژي برخه ده، موږ تاسې ښه قوي انرژي د لمر نه اخیستلی سو او یو ولایت په یوه صنعتي زون بدلولی سو. د انرژي په بخش کې دي په ملي تجارانو غږ وسي چې راځي په هغه ولایتونو کې چې لمر شدید ده، غواړو چې هغه صنعتي او زراعتي زون او ولایت باندې بدل کړو، سرمایه گذاري وکړي، لس کاله تر دیرس کاله یا تر پنځلس کالونو حکومت قرارداد در سره کوي. او د ساختمان برخ ګوري، دا برخې که احیانا ملي تجاران راغلل خو ډېر عالي، اول فکتور ده. که ونه شول، موږ د سیمې هیوادونو ته ځو د خصوصي سکتور له چای نه، له نه د دولت له چای نه، له خصوصي سکتور دې راولاړ سي. روسیه او چین ته دې ووایي چې د افغانستان په بخش کې په کوم ساختمان یا په کومه څانګه کې غواړي ته سرمایه گذاري وکړي، زه د حکومت استازیتوب کوم، پالیسي د حکومت ورکړي چې دا د رسمیت او د سیاست موضوع دلته مطرح نه وي. خصوصي سکتور بهترین لار ده او بهترین پل د نړیوالو د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد په ډګر کې ګرځېدلی سي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو چې په بحث کې ما سره ګډون وکړ. کور مو ودان. تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو وي. تر بیا ښه وخت.